عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان همیشگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم براتون تحلیل دارم از بین کامنت های خودتون. دوستان خیلی زیادی توی یکی از ویدیوهایی که توی اینستاگرام گذاشتم، پست اینستاگرام، قدام را خواستن. یک نفر، دو نفر، عرض کنم خدمتون اینجا سه نفر، چهار، پنج نفر اینجا قدام را از من خواستن و چند نفری هم توی پستای یوتیوب قدام را خواسته بودن و درخواست کردن. حتی قدام با ما بودن، فکر کنم یک ماه پیش با هم بررسی کردیم، ولی چون تعداد درخواست ها زیاد بوده روی این نماد، امروز با هم یه نگاه دیگه به قدام بندازیم. خوراک دام پارس یا قدام ما قبلا با هم بررسیش کردیم دوستان، توی این نقطه که بود، یعنی قیمت تقریبا 8900 تومان بود، من سیگنال ورود دادم. اگه یادتون باشه گفتم که ورود بکنید که میتونه سیگنال خوبی باشه و خب خیلی از دوستان اون روز ورود کردن. یه مقداری اومد بالا تا 11200 رسید، مجدداً اومد پایین تا حدودای 9700 رسید و بعد رفت بالا تا حدود 13 تومن. یعنی حالا که دوستانی که روی قیمت 9 تومن خریدن و خب روی 13 تومن موفق شدن فروش بکنن، در یک فاصله زمانی کوتاهی تونستن یه سود خوبی رو، یعنی از 21.3 تا تقریبا 18.4 سود خوبی رو روی قدام داشته باشن. دوستانی هم که باز اینجا خرید کرده بودن، یعنی 8.4 خرید کرده بودن که به همین صورت. در هر حال عرض کنم خدمتتون که چهارشنبه هفته پیش، سه شنبه و چهارشنبه هفته پیش، ما خودمون شروع کردیم برای یک سری از مشترکین فروش قدام رو انجام دادن. علت چنین بود که خب تقریبا به اون حدی که پیش بینی کرده بودیم نزدیک شده بود، یعنی یه دونه دیگه بیشتر فاصله نداشت، بودن 13600 اون حدی بود که ما فکر کردیم قدام میتونه این بار بیاد بالا. ولی متاسفانه چهارشنبه اوضاع بورس به هم ریخت، یعنی چهارشنبه ای شد که تا ساعت 10 قدام مثبت 5 بود و خب چون صفحه خیلی طولانی نداشت، ما آروم آروم اینو داشتیم برای مشترکی میفروختیم که یک مرتبه مشخص نشد اون اصلاح چه اتفاقی افتاد و یهویی اوضاع بورس برگشت، همه سهام ها منفی شد، از جمله قدام هم منفی شد و همون روز از مثبت 5 رو به منفی 5 که کندل قرمز رو هم نگاه بکنید، از مثبت 5 اومد به منفی 5 و خب قطعا اون موج ما یه مقدار ناکام موند، یعنی از اونجایی که ما فکر میکردیم برمیگرده یکم زودتر برگشت، یعنی یک روز دو روز زودتر برگشت و برای یه تعدادی از مشترکین هم دیگه ما نتونستیم بفروشیم و چند روزی هم منفی 5 بود، ولی قیمت پایانیش 1-2% بیشتر منفی نمیخورد به خاطر اینکه حجم ممنوعشو پر نمیکرد. به اینجا که رسید دیگه اصلا ما صرف نظر کردیم از فروش برای مشترکین، گفتیم این دیگه داره الان به خط حمایت خودش نزدیک میشه. خط حمایت هم همون چیزی که قبلا من کشیده بودم و خب روی فیبو هم اومدیم نگاه کردیم، دیدیم که خب الان اینجا حمایت قوی داره، یعنی دقیقا در محل تلاقی این خط قرمزه و این خود این فیبو ما رو همین قیمت تقریبا 11 تومن دیدیم که حمایت قوی برای سهم داره پیش میاد. بنابراین دیگه توجیهی نداشت که ما بیاییم برای کسی روی 11600 11500 این سهم رو بفروشیم. صبر کردیم تا این بیاد به این حمایت برسه و خب امروز هم، یعنی شنبه 28 روی حمایت خودش واکنش نشون داده و برگشت 5% مثبت شد و صفحه خرید شد طبق پیشبینی و اون چیزی که روی نمودار ما داریم میبینیم. ببینید باز ما نه به کسی میگیم بخر، نه به کسی میگیم بفروش، اون چیزی که ما الان روی نمودار داریم میبینیم این هستش. موج 3-4-5، این موج 5 هم میتونسته بالاتر بیاد که خب یه مقدار بالاتر از این که زودتر یه مقدار برگشته، یعنی هم سطح 3 شده. ABC الان موج 1 میخواد شروع بشه و حدس ما این هستش که این بار بیشتر از دفعه قبلی هم بتونه بالا بره، یعنی تا حدودای قیمت 15-16 تومن رو الان قدام بتونه استارت بزنه و حرکت کنه. متاسفانه وقتی که یه سهمی چند روز منفی میخوره پشت سر هم، این سهم تقریبا یک هفته منفی خوره، یعنی چهارشنبه هفته قبل، یعنی چندم میشد فکر کنم 18 میشد دیگه، از 18 تا همین امروز
28 که تقریبا 7 روز 8 روز کاری میشد، خود چهارشنبه که خب حالا اون چهارشنبهش حساب نیست چون که نصف روزش مثبت بود دیگه، آخرام با مثبت بسته شد، ولی خب کندل قرمز کرد. بعد اینجا 5 روز کاری این سهم منفی بوده، البته تو این 5 روز کاری 20% نیومد پایینا، بود مثلا ببینید اینجا مثلا 12 بوده رسیده به 11 و خورده، بود شاید 12% کلن ما پایین، ولی چون چند روز پشت سر هم صف فروش رو به قول معروف منفی بود، سریع میای یه سری شایعه میسازم یا آقا شرکت ورشکست شده. آخه رو چه اساسی دوست من شرکت ورشکست میشه؟ این شرکت قبلا هم این سابقه رو داشته دیگه، از اینجا هم منفی خورده، چند روز اومده پایین، حالا این سری مثلا هر روزش صف فروش بوده، به خاطر اینکه صف فروش بوده شرکت بسته شده، مثلا میشه همچین چیزی؟ شما این شرکتی که داره الان کار میکنه، ببینید تمام این شرکت ها رو شما بعدا میتونید برید تو اینترنت سرچ بکنید. من برای یکی از دوستان فرستادم گفتش به نظر شما الان این بسته شده، گفتم آخه این میشه شرکت ورشکست بشه اینجوری یک روزه بیاد ورشکست بشه؟ سایتش برشون فرستادم گفتم بیا ببین این شرکت، این شرکتی که داره تولیدش رو انجام میده برای انواع دام سنگین سبک آزمایشگاهی و ارسلام خدمتتون، هیچ عاملی از ورشکستگی توش نیست، یعنی تا یه هفته ایشون ورشکست شد این شرکت، یعنی تو یه هفته که این داشت مثبت میخورد میرفت بالا، اینجایی که این داشت مثبت میخورد میرفت بالا ورشکست نبود، یعنی از اینجا تا اینجا تاریخ رو ببینید، تاریخ 8/4 تا 18/4 که داشت مثبت میخورد میرفت بالا، تو این 10 روز شرکت ورشکست نشده بود، از اینجا که شروع کرده چند تا منفی خورد اومده پایین شرکت ورشکست شده؟ مگه میشه همچی چیزی عزیز من؟ یعنی علاوه مثلا تمام این دستگاه ها، تمام این پرسونل، تمام این ساختمان هایی که دارن، تمام این سوله هایی که هستش، اینا الان تعطیل شده، بسته شده، قطعا وقتی که الان دلار گرون شده ارزش همه اینها رفته بالا عزیز من، پس بنابراین ارزش سهام اومد بالاتر. توی کانال درستم داره حرکت میکنه، ببینید اتفاقا هیچ سهمیه که خیلی کانالیزه داره میره جلو، یعنی تقریبا میشه گفتش حالا اگه من اینم از اینجا بکشم ببینین، سطح بالایی رو ببینین، پایینی رو ببینین، ببینین کانال اصلا تا کجا میتونه بیاد، خیلی قشنگ، حالا اینجا یک کم این سطح پایینش روی کانالش نبوده ولی سطح بالایی هستش دیگه، یعنی سهمیه که تقریبا 7-8 ماه توی همین کانال داره حرکت میکنه، پس هر وقت میاد پایین ما بگیم اینجا ورشکسته شده، بعد وقتی اینجوری میره بالا بگیم نه الان ورشکست نشده. لطفاً به شایعات دوستان توجه نکنید، سهم داره روال عادی خودش رو طی میکنه. چرا وقتی که یه 4 تا منفی میخوره بعضیا اینقدر میترسن و فکر میکنن یه چیزی ورشکست شده؟ این سهم الان پتانسیلی نداره که تا سقف این کانال هم بیاد، حالا من تا سقف کانال نکشیدم، گفتم آقا تا اینجا هم نمیادش، پتانسیلش هست که تا 17600 هم بیاد، حالا ما میگیم نه تا 17600 نیاد، اصلا تا 15 بیاد، تا 15300 بیاد، یک کم از اون قیمت قبلی بیا بالا. خب الان وقت خوبی برای ورود هستش دیگه، الان 11 تومن بوده، امروز 11600 بوده، صفش هم خیلی زیاد نیست، سنگین نیست هنوز، ولی خب به همین روال پیش بره این میتونه که تا اینجا بیاد یکی دو ماه آینده. حالا ما درسته که همیشه کانالیزم حرکت کرده، ولی خب یه مقدار ضریب خطا هم باید بذاریم، البته همه این صحبت هایی که من گفتم این همیشه 70% درسته، نظر شخصیه و اگه میخواین خرید کنید، فروش کنید، هر کاری میخواین انجام بدید دیگه، اون با مسئولیت خودتون هستش و دیگه خودتون میدونید. سهم بنیادی خوب برای ورود از من خواسته بودین دوستان، امروز پتروشیمی نوری خیلی برای ورود خوب بود، ما برای یه تعدادی از مشترکینمون که پول نقدی داشتن همین امروز تونستیم هم خرید بکنیم براشون و عرض کنم خدمتتون دیگه اون آخر کار حدود 5% مثبت داشت میخورد، ما حدود 14% مثبت براشون خرید کردیم. عرض کنم خدمتتون که خب RSI در منطقه بسیار خوبی قرار گرفته، داره میاد بالا، اینجا برگشته سر نمودار، علتش هم تقسیم سود بود، سود داد پتروشیمی نوری، سود خوبی هم داد، فکر کنم رو هر سهمی 1000 تومن رو این سری تقسیم کرد و حالا نمیدونم چرا تو این شکل نیسته، شما شنیده هاشو دارم. عرض کنم خدمتتون که دقیقا تا همون جایی که پیش بینی میشد اومده پایین، یعنی توی مقاومت اولش 16700 بود که خب یکم اومد پایین تر، اون مقاومت بعدی قوی تره 14200 میشد، بخشید حمایته
حمایت اولش 16700 بود، حمایت خیلی قویش رو 14200 میشد، البته یه حمایت دیگه هم حدود 15500 داشت، ولی خب بین این دو تا حمایت تقریبا برگشت. یعنی دیروز چهارشنبه اگه کسی این سهم رو می‌خرید یا سه شنبه می‌خرید، خب خیلی شیرین‌تر خرید کرده بود، روی تقریبا 16300 هم میتونست، 16200 حتی تا 16 هم رسیده میتونست خرید کنه. ولی امروز هم خیلی خوب بود، ما میگم حدودا 17400 اینا تونستیم برای مشتریمون خرید بکنیم سهم، و سهم بنیادی. یعنی الان دیگه ما این سهم اینجوری نیستش که بخوایم زود بفروشیمش. البته سهم ببینید باز در این خط قرمز رو من ادامه بدم، خیلی قشنگ تقریبا میشه گفتش که حمایت خوبی ها داشت اینجا، یعنی اینجا دیگه خیلی حمایت قوی بود، یعنی اون 15500 غیر از اینکه رو فیبو حمایت داشت، رو اینم حمایت داشت. و خب کانالش هم الان این شکلی شده تقریبا دیگه، یعنی الان کانال اینطوری شده، حالا یک دو بار نرسیده به سقف کانال، خب این بار رسیده. در کوتاه مدت انتظار ازش داریم که این سهم بیاد بالا و تقریبا به حدودای 22 تومن برسه، ولی اگر بنیادی میخواین خرید کنید نگه دارید هم مشکل نیست، نگه دارید. این سهم سهمیه که آینده دار هستش، بنیت یکی دو ساله انشاءالله ورود بکنید. باز نظر شخصی و عرض کنم تصمیم نهایی با خودتون هستش. لطفا این ویدیو بر دوستای خودتون بفرستید، لایک یادتون نره، و اگه تا حالا عضو کانال من نشوید در یوتیوب، اونجا هم عضو بشید. خدا نگهدارتون باشه.